سلام سلام قشنگای دلم خوبی سحر بافتنی قشنگه اومده با پولک قشنگاش خب این پولک ها فقط با حواسمون باشه یادتونه <applause> لایب می اومدم خودم می افتدم تو پولک چقدر می خندیدیم یادش بخیر این آموزش قبلا هستش روی پیش هست این آموزش کیف موبایله که من تو سایز کوچیک بافتم برای دخترم وقتی که مدرسه میرفت پولای خوراکیاش این تو میذاشت عکس منم هست بچه نشونه تو بده عکس منو باباشو گذاشته نه باباشه قربونش برم من دختر مهربونم اینم پول خوراکی بوده دو هزار دو تو دوران کرونا ما مامانا مسئول بوفه و همه چی هم شدیم دیگه حالا این بار با پولک های جدیدی که تازه رسیده میخوام براتون با دهانه بپاسم یه دهانه کوچولو دارم که خیلی وقت دارمش هیچ استفاده ازش نشده امروز بپافیمش پولک میخوایم بسای پولک چل گرمی هستش اما این خیلی کمتر میبره شاد بشه باش دو تا سه تا کیف تو این سایز بافت میزان وزن پولکتون وزن مصرفی بستگی به سایز کیف شما داره باید نگاه کنید که ببینید بزرگ یا کوچیک به چند نخی که میخوایم مصرف کنیم به بافیم نخ مکرومه دو سوزنه هستش این براش کاملا مناسبه قلاب هم قلاب شماره سه ببینید به راحتی رد میشه نخ رو هم که بگیریم به راحتی رد شد میتونید از بقیه نخواهم استفاده کنید حتی کامبا اگه کامبا مناسب باشه زخامتش خوب باشه ایستایی داشته باشه میتونید ازش استفاده کنید دهانه من مربع هستش پس باید کفی رو مربع ببافم اگه دهانه شما گرد بود میتونید کفی گرد یا بیزی ببافید قبلا کفی بیزی و دایره رو داشتم مستطیل رو هم یاد دادم حالا این بار با هم کفی مربع می بافیم بافتمون رو با حلقه جادویی شروع می کنیم نخ رو دو رنگش می از زیرش رد می یه حلقه بیرون میکشیم نگه میداریم یک زنجیره می زنیم داخل حلقه هشت پایه کوتاه می یه حلقه نخ از داخل حلقه بیرون میکشیم یکی هم رو قلاب میگیریم و یکی میکنیم سه تا چهار تا پنج شش هفت و هشت نخ رو میکشیم تا حلقه جمع بشه. به جلو رفتم. بعد میایم روی اولین پای کوتاه که بافتیم یک شلال میزنیم بازم جا داره نخ رو بکشیم هشت تا پایه داریم که میشه چهار تا زل و چهار تا گوشه اولی رو یک زنجیره میزنیم یک پایه روی همون پایه میبافیم پایه بعدی که گوشه هستش سه تا پایه کوتاه میبافیم یک دو و سه و این بافت تکرار میشه یک پایه سه تایی. به این صورت این شد الان دوتا زلش ما بقی رو به بافم برمیگردم به این تایی رش که رسیدید شلال بزنید سر اولین پای کوتاه رج دیگه به زنجیره کاری نداریم زنجیره اصلا شمارده نمیشه همین باف تکرار میشه دوباره یک زنجیره میزنیم روی همین خونه که هستیم پای کوتاه رو میبافیم میرسیم به گوشه روی پایه وسطی گوشه ها سه تا میبافیم ما بقیه دیگه تکیه الان این وسطیه هست و سه تا ببافیم یک دو و سه تا گوشه بعدی سه تا پایه میشه دوباره میرسیم به گوشه گوشه رو میبافیم سه تا گوشه سه تا و در انتها یک پایه بعد ببافیم شلال رو رد می... زنجیر رو رد میکنیم سر پای کوتاه شلال میزنیم و دیگه این باف تکرار میشه فقط نکته هاش همون گوشه است که باید سه تا بزنیم تا کجا دهانه رو باز میکنیم به اندازه ای می میبافیم که مربع به اندازه دهانه بشه به این صورت پس من ببافم تا برسم به این اندازه حالا شما دهانه شما هر سایزی بود باید به اون اندازه ببافید برسیم به کفی که تموم شد دیگه میخوایم بدنه رو ببافیم پولک میبافیم شش رش بافتم اندازه دهانه شد حالا میریم یک رج میبافیم و بعد دیگه پولک میبافیم این رج رو که اولین رج بدن هستش میخوام از لبه عقبی ببافم پس شلال آخر رو شکافتم روی حلقه عقبی یک شلال میزنم و بعد یک زنجیره روی تک تک پایه ها از حلقه عقبی پای کوتاه میبافم اگه از پولک درشت در استفاده میکنید ابتدای بدنه باید دو رج سه رج ببافید چرا چون وقتی روی زمین قرار میگیره پولک نخوابه صاف وایسه دور تا دور میبافم دیگه از اینجا به بعد میخوام حل از اونی ببافم یعنی اینکه ابتدا و انتهای رج به هم وصل نمیشه دورانی میبافیم دور تا اینجا ببافید کفی رو ادامهش رو میریم پارت بعدی این پولک ها پولک های ترک هستن پولک های ترک افرد درشت که قلاب رد میشه فقط روی بافتن قشنگ موجوده رنگ های نقره طلایی مشکی و رنگ های دیگه رنگ بندی پولک های یکسان پلنگیا طرفدارای مشکی الان موجوده طلایی نارنجی هفرنگ و قرمز و پولک های دو سانت هفت رنگ سفید مشکی نقره طلایی صورتی آبی و رنگ های دیگه که پست بعدی حتما یه پست برای فروش میذاره این کیفو حتما حتما ببافید مناسب هدیه دادنه و از اون که خیلی مزومات کمی میبره قیمتش برای فروش خیلی مناسب در میاد و اینکه از یه بسته پولک هم کلی میتونید کیف ببافید